نصرالله قاضی، فعال سیاسی عضو راه کارگر آغاز می‌کنیم. جناب قاضی، خوش آمد میگم به شما. متشکرم. منم همینطور. آقای قاضی، الان خیزش آزادی، خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در چهارمین ماه خودش هست. جمهوری اسلامی با تمام توان و نیروش به میدون اومده، علیه مردم انقلابی قد علم کرده. عمل و اکره نظام میگن که میخوان اعدام ها رو تسریع کنند و خیلی زود فعالین سیاسی در بند رو اعدام کنند. اما همین دیشب شاهد بودیم در تهران، در رشت، در مشهد، در کرج، در نقاط دیگه ایران مردم دوباره به خیابان اومدند، شعار مرگ بر دیکتاتور گفتند. انقلابیون میگن که این خیزش رو سر باز ایستادن نیست. آیا درسته؟ حقیقتشو بخواید، جمهوری اسلامی از روی درماندگی و بیچارگی خودش فکر میکنه که با تهدیدهایی که میکنه و بالا بردن اعدامهای واقعا غیر انسانی، میتونه این جنبش، این انقلاب رو مهار کنه و احیانا از بین ببره. ولی تاریخ بهش نشون داده توی 90 روز گذشته، 90 و چند روز گذشته، که هرچه بیشتر دست به آدم کشی، حرکات غیر انسانی، محدود کردن آزادی ها و این نوع اعمال شنیع میزنه، بیشتر به ایزولگی خودش، بیشتر به حاشیه رفتن خودش و بیشتر به غیر ممکن بودن وجود خودش میرسه. و من فکر میکنم که تا به حال توی این 90 روز متوجه شده که چگونه نیروهاش پخش شدن توی سراسر ایران، از تبریز تا بلوچستان، از آبادان تا خراسان. بیش از این نمیتونه کاری بکنه و در این مدت کاملا مشهوده که چگونه نیروهاش خسته شدن، فرسوده شدن و بین مردم اون پایگاه معمولی رو که فرضاً تا 3-4 سال پیش بر اساس نیروی سرنیزه داشتن، حتی اونها رو هم از دست دادن. الان میبینیم که خانواده های بسیجی ها شرم میکنن که بین در و همسایه بگن که یک عضو منزل ما در بسیج زندگی میکنه، در بسیج کار میکنه، یا ما بسیجی هستیم. بنابراین هرچه این رژیم بیشتر به فشار دستاویز بشه، من فکر میکنم که پایه های خودش رو زودتر از بین میبره. امروز دلار نزدیک، تا همین چند دقیقه پیش که من چک میکردم، دلار نزدیک به 40,000 تومان شده بود. پوند بریتانیا، یورو اروپا هم همینطور داره گرونتر و گرونتر میشه لحظه به لحظه. با این اوصاف اقتصادی، آیا جمهوری اسلامی توان ادامه سرکوب رو داره؟ با توجه به اینکه شما گفتید که دیگه نیروهای ایدئولوژیکش رو از دست داده و تنها نیروهای سرکوبش متکی بر این مزدورانش هستن. ببینید، جمهوری اسلامی به خاطر تناقضات ذاتی بسیاری که داره، رژیمی نیست که بتونه بمونه، رژیمی نیست که در مجموع پایدار باشه. همینطور اقتصادش، ببینید، اقتصاد بر اساس تولید و کارایی و ایجاد ارزش میتونه دوام داشته باشه. اقتصاد راندخاری که فقط بر اساس مخازن زیرزمینی و یا باجگیری از مردم خودش حتی میخواد دوام بیاره و تولیدی نداره، به
به هیچ وجه پایدار نخواهد بود. این یک اصل خیلی ساده اقتصادیه. الان اگر لازم باشه میشه راجع به این موضوع صحبت کرد که حتی نهضتی راه افتاده که مردم پولاشون رو از بانک‌ها بیرون بکشن و دولت چون که تولید نمی‌کنه و فروشی نداره مجبور اسکناس چاپ بکنه. آخه پول چاپ شده که بهش معمولا میگن پول فیات، پول بی ارزش، این که نمیتونه اقتصاد کشوری رو سرپا نگه داره و اقتصادی که درصد بالایی از بخشش بخشهای اسلامی هستن، دفاتری که زیر نظر رهبر رژیمن، دفاتری که مثل آستان رضوی در خراسان و بقیه دفاتر ملاها نه به کسی حساب پس میدن، نه به کسی مالیات میدن و نه اینکه خودشون رو مسئول میدونن. یعنی کلن تمام رشته های اقتصادی این رژیم دوچار مشکلیه که همش دست پرورده و ساخته افکار آیت الله های مسئول این رژیم هستند. و وقتی هم که میخوان از محققین یا تحصیل کرده های جدید استفاده بکنن که در اروپا و بیرون از ایران اقتصاد روز رو وارد هستن، دوچار تناقض میشن، چون که یا شما باید یک پنجمتون رو بدید یا اینکه باید مسائل دینی رو در اقتصاد انجام بدید و یا اقتصاد نوین، مثلا اقتصاد بانک ملی رو انجام بدید. و اینا تناقضاتیه که به هیچ وجه اجازه نمیده این رژیم نفس دیگه ای بکشه. جناب قاضی، لازم میدونم یادآوری کنم که جمهوری اسلامی حتی نهادهای نظامی و امنیتیش مثل سپاه پاسداران از طریق قرارگاه خاتم الانبیا و یا نهادهایی که به نحوی از آنها خود مختار هستند مثل آستان قدس رضوی در خراسان، اینها به نحوی از آنها مثل اختاپوس به جان اقتصاد ایران افتادند و شیره اقتصاد ایران رو میمکند. اما شما اشاره داشتی در ابتدای این بخش از گفتگو به تناقضات ذاتی جمهوری اسلامی. این تناقضات رو حتی در مورد مسائل اقتصادی هم بیان کردید. میخوام این بیشتر شکافته بشه. این تناقضات ذاتی جمهوری اسلامی چی هست؟ ببینید، در دو بخش میشه راجع به این تناقضات صحبت کرده، که در مورد ساختار جمهوری اسلامیه که از طرفی اون رهبر عالی جان و مال و زندگی و همه چیز مردم رو در دست خودش داره و حرف اون حرف آخره. بعد از طرف دیگه میبینیم که دولت هست. دولت تصمیماتی رو که میگیره نمیتونه بدون اجازه ولی فقیه پیش بره. بعد میبینیم که مجلس انتخاباتی هست که ظاهراً مردم نمایندگان خودشون رو انتخاب میکنن تا سرنوشتشون رو تصمیم بگیرن، ولی تصمیماتی که اینا میگیرن به هیچ وجه نمیتونه پیش بره مگر اینکه مجلسی که خود رهبر تعیین کرده مجددن اون تاییدشون بکنه به نام مجلس فقها. دادگستری داریم که وزیر دادگستری هست، ولی این دادگستری باید با فقه اسلامی مسائل خودش رو تنظیم بکنه. مجلس خبرگان رهبری و مصلحت نظام رو من میخواستم اسم ببرم. مصلحت نظام هست. آخه اگر نمایندگان مردم تصمیم میگیرن و تصمیمشون
باید قاعدتا نهایی باشه، پس دیگه چرا باید بره ببینه که این تصمیم به مصلحت با مصلحت نظام توانایی داره یا نداره. اینها همه مسائلی هستن که در ساختارش نشون داده میشه. ما همیشه شنیدیم که گفته شده در ایران معلوم نیست که چه کسی تصمیم میگیره، آیا این مثلا وزیر امور خارجه است یا رئیس جمهور و یا ولی فقیه. در مسائل خارجی همیشه این مشکلات بوده، در برجام دیده شده، در مسائل دیگه دیده شده. این یکی در بخش ساختارش که چجوری تصمیمات گرفته میشه و چجوری تصمیمات اجرا میشه، یکی هم در مسئله فلسفی نظامه. شما وقتی که تصمیمی رو میگیرید و نمایندگان شما تصمیمی رو میگیرن، این تصمیم اگر قرار باشه توسط شخص دیگه‌ای بررسی بشه که نشون داده بشه شما آدمای عاقلی هستید یا آدمای عاقلی نیستید، خب پس اصلا از اول چرا باید این تصمیم گیری انجام بشه؟ در مورد زنان شما ببینید، دیدی که رهبران جمهوری اسلامی دارن در مورد زن یکی از غیر انسانی ترین و ناواردترین تصمیماتیه یا نگاهیه که به وجود زن میکنن. زن رو عملا نصف مرد اعلام میکنن، زن رو میخوان که فقط در خانه بنشینه، زن رو میخوان که از خانه بیرون نیاد و به کارهای اجتماعی اقتصادی وارد نشه. تفکری که در نظام اسلامی هست یک تفکر کاملا غیر زن و غیر انسانیه که در هیچ جای دنیا پیش نخواهد رفت، اگر هم وجود داشته باشه. من نمیگم جای دیگه وجود داره یا نداره، ولی این نوع تفکر هیچ کجا روی کره زمین دوام نخواهد آورد. در مورد ارث همینطور، در مورد شهادت در دادگاه همینطور، در مورد تبعیت از مرد، یعنی یک تفکر مرد سالارانه شاید قبل از قرون وسطایی وجود داره و این رو میخوان به مردم ایران حقنه بکنن و به زور و به زور سرنیزه، بدون دلیل، بدون بحث، بدون توافق نمیتونن این مسائل رو پیش ببرن. و جای تعجب هم هست که 40 سال دوام آورده. شاید اگر جنگ ایران و عراق بلافاصله بعد از سقوط پهلوی پیش نمی اومد، این رژیم هیچگاه فرصت نمی کرد که پایه های خودش رو در بطن جامعه و متن جامعه بتونه فرو ببره. جناب قاضی، امروز امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا جوزف بورل در کشور اردن دیداری داشته. اردن همین الان، شهر عمان خودش متشنج، مردم به خیابون اومدن، اعتراضای خودشون رو دارن. فارغ از اون مسئله، آیا جمهوری اسلامی در این بحث بسیار بسیار طولانی برجام، آیا در این مقطع تاریخی به دنبال این نیست که با باج دادن به اروپایی ها، به آمریکا، به روسیه و چین، بخواد به نحوی از آنها یک مفری برای خودش پیدا کنه؟ جمهوری اسلامی الان در موقعیت بسیار بسیار لغزنده و نامتعادلیه که به هر برگ کاهی دستاویز میشه که بتونه یک لحظه عمر خودش رو بیشتر نگه داره. مسئله این نیست که بماند یا نماند. جمهوری اسلامی من فکر میکنم که برجام رو همچنان به عنوان مسئله نگه داشته که هر وقت که سرش خیلی زیر آب میره بتونه توسط برجام بیاد بالا، نفسی بکشه و باز دوباره سرش زیر آب بمونه تا نوبت بعدی. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مسلماً تا الان
میدونن که رژیم ایران رژیم محبوبی نیست، رژیمیه که همه ازش متنفرن و هر لحظه که زودتر بتونن سرنگونش بکنن حتما این کار رو خواهند کرد. بنابراین اونها هم در حال آزمایش هستن و در حال بررسی هستن که آیا واقعا با جمهوری اسلامی پیش برن یا نه، چون که واقعیت اینه که اونها میخوان با جمهوری اسلامی یا با هر رژیم دیگه ای که در ایران باشه به این توافق برسن که تعدد کشورهای اتمی کمتر بشه و مهار بشه. اما بحث بر سر اینه که جمهوری اسلامی میخواد از این قضیه باج بگیره و فرصتی پیدا بکنه که بتونه دوام خودش رو و اعتبار خودش رو بین کشورهای خارجی یکم بیشتر ببره. این وظیفه ما ایرانیان که با تظاهراتی که میکنیم، با نامه هایی که مینویسیم، با ارتباطاتی که با کشورهای اروپایی، با وکلای مجالس مختلف اروپایی میگیریم، به اونها یادآوری بشیم که با این رژیم صحبت نکنن، این رژیم رو تحریم بکنن و هرچه زودتر ارتباطات سیاسی خودشون رو با این کشوری که دستش به خون صدها اگر نگم هزارها برای این دوره جدید انسان پاک شهید آلوده است و نشستن سر میز و مذاکره کردن با یک همچین کسانی در حقیقت پشت کردن به انقلاب ایران. بسیار خوب، جناب نصرالله قاضی، فعال سیاسی، عضو راه کارگر، وظیفه ایرانیان خارج از کشور رو میدونید که بر کشورهای اروپایی و آمریکایی فشار بیارن تا از نشستن در میز مذاکره با جمهوری اسلامی پا پس بکشه. متشکرم از اینکه در این ویژه برنامه هم با ما بودید. تشکر از شما. سلام میگم به حمید مافی، روزنامه نگار. جناب مافی، صدای من رو میگم به شما و بینندگانتون. جناب مافی، گفته میشه انقلابی که الان، خیزش انقلابی که الان شاهدش هستیم، بیشتر از 4 ماهه که در کف خیابونهای ایران جریان داره، عقبه ای داره و بیشتر از 10 ساله که در ایران شروع شده. آیا این تحلیل درسته؟ به نوعی میتونم بگم درسته و حتی بیشتر از اون چیزی که 10 سال میشود اسمش رو گذاشت، به نوعی شاید بشود اون چیزی رو که در 26 شهریور از سقز شروع شد و بعد به سرعت به تک تک شهرهای ایران سرایت کرد، اون آرمانهای محقق نشده انقلاب 1357. ما خیلی خوب این رو در شعارهایی که به ویژه از کردستان یا بخشهایی از دانشگاه ها در تهران و دیگر شهرها میشنویم میبینیم. ما در واقع انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم، اشاره داره به اون اعتراض و تظاهرات زنان در اسفند 57 یا در واقع زنده باد سوسیالیسم، زنده باد حکومت شورایی، زنده باد در واقع همبستگی ملیت ها، خلق های ستم دیده. این هم بخش های محقق نشده یا به نوعی سرکوب شده انقلاب 57 که ما دوباره میبینیم در 44 سال بعد از یک نقطه دیگری شروع میشه و با صدای بلند فریاد زده میشه. منتها خیلی مستقیم به گمان من اون چیزی که حالا میشود در نه 10 سال گذشته، در 5 سال 6 سال گذشته دید، ما از دی 96 در ایران یک چرخش
اجتماعی یا یک در واقع دگرگونی اجتماعی خیلی بزرگی رو میبینیم در نیروهای معترض. یعنی در آبان دی 1396 یک دفعه اون تصویری که رسانه از ایران میساخت یا به نوعی در ذهنیت داخل گیومه کنشگر تحلیلگرهای سیاسی اجتماعی جامعه شناسهای امنیتی در ایران بود که تحولات رو به طبقه متوسط منوط می کرد، ما شاهد این هستیم که مطالباتی مثل در واقع معیشت، حالا اینکه میگم معیشت نه چون این تحلیلگران امنیتی که میگم یا بخش زیادی از جریانهای راست معیشت رو جدای میدونن از سیاست و معتقدن که نه، مطالبات معیشتی دموکراسی محور نیست. منتها ما عده 96 در واقع میبینیم که نیروی در خیابونه که به شدت به حاشیه رانده شده، چه به لحاظ ملیتی، چه به لحاظ جنسیتی، چه به لحاظ اقتصادی و حالا مؤلفه‌های دیگری رو هم که واردش بکنیم. یعنی ما شهرهایی رو میبینیم میشون کانون اعتراض، ایزه، جوانرود، قهدریجان، حتی اگر به اصفهان میاد در داخل اصفهان نیست، در قهدریجان، شهری با نرخ بیکاری بالا. خب این روند در واقع ادامه پیدا میکنه. ما در آبان 98 خیلی این رو پررنگ‌تر میبینیم در واکنش به افزایش قیمت سوخت. این وسط در واقع یک قیام تشنگان رو ما در اهواز میبینیم و یک در اقلیم اهواز در واقع، چون در شهر مختلف استان خوزستان بود، و نهایتا در بهار همین امسال قیام یا شورش گرسنگان رو دیدیم در واکنش به افزایش قیمت مواد غذایی. به نوعی می شود گفت که اون چیزی که الان ما به اسم قیام ژینا می شناسیم یا اون ژنژیان آزادی، فشرده ای از مطالبات گروه ها، ملیت ها، طبقات، اقشار به حاشیه رانده شده در 44 سال جمهوری اسلامی و حتی پیش از اون هست. که خب با این توضیح می توانیم بگیم که بله، در واقع از مدت ها قبل شروع شده بود، حتی شاید در دهه 70 با شورش حاشیه نشین ها و در دهه های بعدیش با مبارزات کارگری، معلمان در جاهای مختلف، در آموزش پرورش یا فضاهای تولیدی، مثل کارگران فولاد، مثل کارگران نیشکر هفت‌تپه، مثل کارگران هپکو عراق، مثل کارگران پیمانی نفت و گاز، اینها در خیلی در هم تنیده ستمی که به اینها روا داشته شده دیگه. یعنی هم ستم ملیتی رو دارن، هم ستم طبقاتی رو دارن، هم ستم جنسیتی رو تجربه کردن و برشون تحمیل شده. و حالا اگر بیایم جلوتر احتمالا میتوانیم لایه های دیگری از ستم رو هم بر جمعیتی که الان در خیابون حضور داره یا حداقل در 4 ماه گذشته صدای بلند اعتراض بوده، رزمنده بوده، مبارز بوده و مقاومت کرده، این در واقع گروه ها هستن. شما اگر نگاه بکنید به جغرافیای سرکوب هم، حالا جاهایی که حکومت به شدت در این سالها تلاش کرده، تلاش که نه، خیلی علنی در واقع کشته، شما در مثلا حالا همین اعتراضات قیام ژینا چیزی نزدیک تا حالا 500 نفر کشته شده داره و این 500 نفره بیش از در واقع فکر میکنم 60% در کردستان و بلوچستانه. یا اگر برید در واقع در خود تهران هم به شهرک های اقماری تهران میرسید، به کرج برید، به فردیس و مشکین دشت میرسید. در آبان 98 هم همین اتفاق افتاده و پیش از اون هم همین روند رو دیدیم. این نشون میده کانون اعتراض این نقطه هاست. بسیار خوب. آقای مافی، شما اشاره دارید به پراکندگی سرکوب و جغرافیایی که از اون میشه بر اساس شمار جانباختگان توجیه کرد که بخش اعظمی از مردمی که به خیابان اومدند دغدغه معیشت دارند، زندگی رفاه، حداقل زندگی و رفاه رو میخواند.
این در مورد کردستان و بلوچستان درست است که جمهوری اسلامی ماشین سرکوبش رو اونجا اوریان به خیابان آورده، اما در مورد گیلان و مازندران چه توجیهی میتونیم برای این پیدا کنیم که جمهوری اسلامی اونقدر سبوعانه وارد میدان شده، همین دیشب در رشت رویاروی مردم قرار گرفته و بسیاری از فعالین رو زندانی کرده، کشتار هم در اونجا خیلی وسیع هست؟ ببینید، من معتقدم گیلان و مازندران جغرافیای سرکوب فراموش شده است در ایران، به این معنا که چون همواره در سالهای اخیر یک به نوعی شاید بتونم بگم نگاه استعماری به این دو استان و در کنار اینها گلستان وجود داشته به عنوان مناطق خوش آب و هوا، جنگل و دریا که برخوردارن ازش، تبدیل شده است به جایی که به نوعی متمولین، سرمایه‌داران حکومتی و غیر حکومتی هجوم بردن به مازندران و گیلان و اونجا بخش زیادی از سکونتگاه و محیط زیست و منابع طبیعی رو تخریب کردن، جاش در واقع باغ ویلا ساختن و به نوعی یک غارتگری خیلی آشکاری رو اونجا انجام دادن. خب سبقه مازندران و گیلان در همه سالها، صد سال گذشته ایران و حتی پیش از اون، نشون میده که ستم ناپذیر بودن و یک سرکوب گسترده ای رو در حالا دورهای مختلف به ویژه مازندران پس از انقلاب 57 به دلیل اون واقعه آمل سیاکل تجربه میکنه و برش تحمیل میشه و بعد یک فضای امنیتی اونجا حاکم بوده. منتها این به این معنی نیست که گیلان و مازندران به حاشیه رانده شده، حالا به اون معنی عرفیش نیستن یا در واقع در این سالها جغرافیای به نوعی برخوردار بودن. نه، در مازندران و گیلان هم ما با یک دولتی روبرو بودیم که غارت کرده منابع طبیعی رو، حالا دولت و همدستانش غارت کرده منابع طبیعی رو، فقر و گرسنگی رو بر بخش زیادی از مردمان اونجا تحمیل کرده. شما، حالا من 10 سال ندیدم قطعا، ولی در استان گیلان از یک جایی به بعد شما با تنها و تنها آدم‌ها با کشاورزی یا بازارهای محلی دارن امرار معاش میکنن. کارخونه های صنعتی که در گیلان بوده یکی پس از دیگری تعطیل شده و بخش زیادی از ساکنین یا متولدین گیلان برای اشتغال ناچار شدن به استانهای مرکزی تر ایران مهاجرت بکنن. خب در مازندران هم ما یک چنین وضعیتی رو داریم. گلستان که اصلا به دلیل در واقع اون بحث ترکمن صحرا وضعیتش کاملا متفاوته. طبیعی اونجا هم اعتراض خشمگینانه تره نسبت به حکومت وقتی که یک فرصتی رو به دست میاره، و همون مثل کردستان و بلوچستان و در واقع من کنارش خوزستان رو هم میذارم، چهارمال بختیاری رو هم میذارم و تمام این حاشیه نشین های در واقع شهرهای بیرون از شهر اصلی در ایران، مثلا صدرا در شیراز، مثل پاکدشت در تهران، مثل فردیس در کرج، مثل در واقع قلعه حسن خان در تهران، اینا همش در واقع جغرافیاییه که جمهوری اسلامی زائده های شهری به این معنی نیروی رو که نمیخواسته در درون شهر بمونه رو و به عنوان نیروی کار ارزان در اختیار گرفته، استثمارش کرده، هول داده در اینجاها سکونت کردن و اگر ساکن اونجا بودن همه منابع طبیعیشون رو، منابع ثروتشون رو غارت کرده و به نوعی اینها رو از اولین ترین حقوقشون، یعنی حقوق اولیهشون محروم کرده. حالا حقوق اولیه همون زیست شرافتمندانه و یک معیشتیه که کرامت انسانی رو خدشه‌دار نکنه. بسیار در این وضعیت طبیعی آتش خشم در یک فضایی که به محض اینکه یک فضایی براش باز میشه، آتش خشم به شدت شعله ور میشه، تعرضیه و سعی میکنه در واقع به نوعی اون سهم خودش رو از شهر پس بگیره. آقای مافی، جمهوری اسلامی سعی بسیار داره که اوضاع رو آروم جلوه بده. رئیسی به استانهای مختلف سفر میکنه، قالیباف سخنرانی میکنه، از اون طرف جشنواره حکومتی فیلم فجر رو میخوان راه بندازن، هنرمندان گفتن که ما نمیریم اونجا. جمهوری اسلامی که حتی نمیتونه مهره های
شاید بشه گفت ایدئولوژیک خودش که در سینما و موسیقی و تئاتر و اینا طی این سالها جا داده، اینها رو بیاره و الان ازشون استفاده تبلیغاتی بکنه، آیا میتونه به مردمانی که اون قشر نازکی که در دور و ورش موندن در اون هسته سخت قدرت، به اونها هم بقبولونه که همه چی آرومه؟ خب جمهوری اسلامی رو هم میشناسیم، جمهوری اسلامی دروغ میگه، یعنی در همه این سالها دروغ میگه، به وقاحت هم دروغ میگه و هیچ وقت هم حاضر، یعنی نمیخواد بپذیره که داره دروغ میگه. منتها یک مسئله وجود داره دیگه، یک بخشی ما میدونیم، یک بخشی از بدنه سینما، بدنه ورزشکاران، بدنه در واقع حالا گروه های هنری مختلف مثل موسیقی که طبیعتا انتظار بیشتری ازش میره به نسبت سینما به دلیل سابقه ای که ما ازش میشناسیم، تاریخی که داره، یا تئاتر در واقع، اینها بخشیش فاصله گرفتن با حکومت. منتها یک نکته رو نباید فراموش بکنیم، فاصله گرفتن در واقع بخشی از این نیروها از حکومت، من همشون رو نمیگم، ولی فاصله گرفتن بخشی از این نیروها از حکومت در واقع با تعریف منفعت جدیدیه که برای خودشون دارن و خیالی که در ذهنشون دارن. نیرویی که باید از حکومت فاصله بگیره و میتواند در واقع تأثیرگذار باشه در اون موازنه ای که به تحول اساسی و به نوعی سرنگونی جمهوری اسلامی بیانجامه، این نیروها نیستن. خیلی واقعی در واقع سه بازیگر سینما یا دو در واقع هنرمند تئاتر یا در واقع فلان ممیزی که قبلا سانسورچی بوده در فلان سازمان، اینها خیلی برای من امید بخش نیستن. همونجور که مثلا چهره‌ای که الان خیلی هم محبوب شده در واقع مثل علی کریمی، برای من در میان فوتبالیست ها چهره نیست که بتوان گفت که حکومت دارد ریزش میکند به نفع نیروی مترقی. اینها در واقع جذب یک جبهه دیگری میشن که یک سوی دیگر ارتجاع هست، نه همشون، در واقع بخشی از اونها. به گمان من اونجایی جمهوری اسلامی دچار مشکل خواهد شد، وضعیت رو نمیتواند عادی نشون بده و حتی در رسانهاش و تصاویرش، که این تعرضهای به اماکن جمهوری اسلامی، نیروی سرکوب در خیابان رو آسیب کنه، همونجور که در ماهای گذشته نشون داد که این توان رو داره که شبانه روز در خیابان بمونه، تعرض بکنه و نیروی سرکوب رسماً بپذیره که خسته شده. ما نشانه های این رو در اظهار نظر حالا فرمانده انتظامی گیلان داشتیم، حالا در واقع در زبان مسئولین در تهران داشتیم، از زبان وزیر کشور حتی این در اومده بیرون که نیروهای در واقع امنیتی، حافظان امنیت که همون نیروی سرکوبه، به لحاظ روحیه دچار در مدت هاست خانوادهشون رو ندیدن، به خونه نرفتن، دچار مشکل شد. این یک بخششه. یک بخش دیگری بخشی از کارگزاران سابق نظام که هنوز به لحاظ ایدئولوژیک وابسته اند به نظام، از جمله چهره های مذهبی اون به گمان من، که می توانند مواضع خیلی صریح و شفاف بگیرند از کسانی که در همین 44 سال گذشته هم دست قدرت بودند و به نوعی اعلام خروج بکنند از جمهوری اسلامی، اون وقت به گمان من جمهوری اسلامی این روند دروغ گفتنش حتی به نیروهای خودیش هم همین الان هم مختل شده دیگه، یعنی منتها بیشتر از این خواهد شد. من یک نمونه رو بگم، این اعدام زنده یاد در واقع محسن شکاری به یک بحثی در سیستم حقوقی فقهی جمهوری اسلامی دامن زده و یک استاد دانشگاهی اگر اشتباه نکنم به اسم آقای یثربی یک استدلالی رو وارد کرد، یعنی یک استدلالی داره که نمیتوانستن محسن شکاری رو و بسیاری دیگر از بازداشت شدگانی که به محاربه متهم شدن رو به محاربه محکوم بکنن به دلیل اینکه محاربه، حالا ایشون استدلال میکنه، من نه فقه خوندم نه حقوق، محاربه در واقع در فقه شیعی به معنی کشیدن اسلحه به روی ناس به معنی مردمه، نه به روی حکومت، و اگر شما به روی حکومت در واقع که اونجا میشه روی سرکوب اسلحه بکشی محارب محسوب نمیشی طبق فقه شیعی. این موضوع خودش میتواند اگر، حتی انتظار بیهوده‌ای دارم از
روحانیت شیعه خیلی واقعی، ولی اگر این بحث بتواند در فضای کارشناسی حقوقی ایران در بین نیروهای سیاسی که هنوز دل در گرو اصلاح دارن جا بیفته که این نظام در واقع که اسم مستعار خامنه ایه به درجه ای رسیده که حتی دیگه به اون مبانی که خودش رو معتقده به اون تعریف میکنه پایبند نیست، اون وقت ما میتونیم امیدوار به ریزش در درون ساختار قدرت باشیم، نه در واقع در فضای سلبریتی هایی که به هر صورت من معتقدم که از جبهه ارتجاعی به جبهه ارتجاع دیگری تا حالا پیوستن. حالا شاید در آینده ما جلوه های روشنتری ازش ببینیم، ولی خیلی صادقانه ترک کردن مثلا تلویزیون ایران و نشستن در تلویزیون مبلغ سلطنت پهلوی تحریف کننده تاریخ سرکوب به گمان من خوشحالی نداره، به نوعی ارتجاع به ارتجاع نیرو داده. جناب مافی، منم مثل شما معتقد هستم که اون چه که آینده مردمان ایران رو به نحو درستی رقم خواهد زد حضور مستمرشون در خیابان هست و تداوم فریاد رسای زن زندگی آزادی و آزادی خواهی و دموکراسی. اشاره من به اون سلیبریتی ها این بود که جمهوری اسلامی حتی در این ناتوان مونده که از این اندک مهره های خودش هم و یا اندک مصنوعات خودش بهتر بگیم بتونه حفاظت کنه. اما شما اشاره داشتید به موضوعی که به نحوی از زنها میتونه این پیام رو در خودش داشته باشه که شاید کشورهای غربی الان که دوباره بحث برجام رو در دستور کار آوردند و یا هر نیروی غربی و شرقی که من نمیدونم، اونها در پی این باشند که از نمد انقلاب ایران برای خودشون کلاهی بدوزند، دندون گرد کردن اصطلاحاً، که در فردا روز بخواند اونها با اون نیروهایی که شما اونها رو ارتجایی و دارای پیشینه و سابقه سرکوب میدونید به میدان بیارن. تا چه حد این چنین تهدیداتی متوجه خیزش هست؟ طبیعتا همیشه بوده، یعنی اون چیزی که ما به عنوان در واقع تحول مترقی یا در واقع انقلاب میشناسیم که میتواند برهم زدن تمام اون نظم موجود مستقر در اونجا و از جمله در واقع شیوه تولید، شیوه توزیع ثروت بیانجامد، طبیعتا دشمنانی در همه دولت ها داره. این خیلی مشخص و روشن هست و به گمان من در سالهای گذشته بارها در مقاطع مختلف حالا دولت‌های غربی یک امتحانی کردن برن به سمت ساختن یک اپوزیسیونی که بتواند منفعت اونها رو بیشتر از جمهوری اسلامی تأمین بکنه. این تحلیل شخصی خود من معتقدم که غرب اگر امروز ایستاده در اینجا دو تا موضوع داره، یکی به لحاظ اخلاقی اینقدر اون شعاری که در ایران به عنوان مطالبه محوری مطرح شد مترقیه که نمیتوانی در مقابلش بایستی، یا در واقع باید در جبهه ضد زن و سرکوبگر زن بایستی یا بپیوندی به این سمت، و یک موضوع دیگری دو مسئله حل نشده غرب با ایرانه، یکی بحث در واقع اوکراین و اون پهپادها و سلاحهای نظامی که ایران در اختیار روسیه قرار داده به روایت غرب و به نظر میرسه بخشیش از غذا ساخته کشورهای اروپایی حداقل تجهیزاتش، و یکی مسئله هسته‌ای. به گمان من اگر در این دوتا با ایران به توافق برسند، بعد شکل گفتگوها با ایران تغییر خواهد کرد. ما تجربه این رو در دولت خاتمی و رفسنجانی هم داشتیم که وارد گفتگوهای انتقادی شدن با جمهوری اسلامی ایران و نهایتا این گفتگوهای انتقادی منتهی شده به این که شراکت اقتصادی بیشتری رو داشته باشن. منتها در خصوص اپوزیسیون سازی به گمان من چند تا تست کردن در این سالها و نهایتا از نظر من غرب منفعتش در حفظ جمهوری اسلامیه. یک بخشی از جمهوری اسلامی که در سالهای اخیر هم همواره اون رو اصلاح طلب ها نامیده یا در واقع میان روها در ایران، آخرین نمونش در واقع دولت حسن روحانی بود که
به نوعی روابط بسیار حسنه ای داشت. قبل از اون دولت محمد خاتمی بود که روابط بسیار بسیار حسنه ای داشت با در واقع اروپا و حتی امریکا، تا حدودی مشکل رو تونسته بودن کاهش بدن. از این منظر من فکر میکنم اگر هم قرار است، یعنی غرب تصمیم دارد در ایران نیروی سر کار بیارد، مخاطبش در واقع یا اون نیرویی که به عنوان تهدید من میشناسمش که میتواند متحد غرب باشه، بخشی از همون بدنه جمهوری اسلامیه. و خب این یک واقعیتش تهدید خیلی بزرگیه، حالا نه فقط چون بخشی از اصلاح طلبان سابقه در درون ساختار قدرت هستند، بلکه هر نیروی دیگری که غرب بخواهد بیاورد، ما یک تجربه خیلی تلخ در بغل گوشمون داریم، عراق رو، و خیلی متأخرتر از اون چیزی که در شمال کردستان سوریه رخ داد، در واقع رژاوا، که یک تجربه نوینی بود به گمان من برای همه جهان. منتها خب همکاری در واقع دولت قدرت‌های منطقه، قدرت‌های اروپایی خیلی مشخص، ما اون رو در حمله ترکیه به رژاوا می‌بینیم که سکوت غرب و حتی اینکه تانک های آلمانی در واقع دارن در رژاوا رژه میرن و یا از جنگنده های ساخته در واقع ناتو داره استفاده میکنه برای حمله به رژاوا، نشون میده که خب غرب خیلی دغدغه در واقع دموکراسی و استقرار یک حکومت مترقی برابری طلب ضد در واقع این سیستم جهانی رو نداره، بلکه در تلاش که اونجا رو کنترل بکنم. از این منظر تهدیده، ولی به گمان من اون چیزی که ما در این 3 ماه گذشته در ایران دیدیم، به ویژه در بخشی از جغرافیای ایران، این اجازه رو حداقل تا اینجا نمیده به هیچ نیرویی که بخواهد خودش رو برش تحمیل بکنه. در آینده چه اتفاقی میفته ما نمیدونیم. آیا مقاومتی که در رژاوا صورت گرفت علیه نیروهای مرتجع، داعش، ترکیه، حکومت سوریه، به نحوی از آنها نمیتونه الهام بخش سایر مردمان خاورمیانه به ویژه مردمان ایران باشه، با توجه به اینکه اون شعار زن زندگی آزادی اولین و رساترینش در کوبانی سر داده شد؟ متشکر میشم اگر کوتاه بفرمایید، چون وقت برنامه خیلی رو به اتمامه. قطعا چرا، ما اینو میدونیم که ستم دیدگان از ستم دیدگان یاد میگیرن و در یک جغرافیایی که ملیت های مختلف اینقدر به هم نزدیکن و در این حال به واسطه دولت ها از همدیگر دور شدن، تجربه مقاومت در هر کجایی الهام بخش در واقع یک گروه دیگری در یک جغرافیای دیگری است. یک زمانی فلسطینی ها از ایرانی ها میاموختن، ایرانی ها میرفتن در کمپ های فلسطینی و مبارزه مسلحانه رو میباختن. رژاوا به گمان من چشم و چراغ خاورمیانه بود به عنوان یک جنبش مترقی در چند سال اخیر، در دهه اخیر، و قطعا همون جور که این شعار ژنژیان آزادی از اونجا اومده، میتواند بقیه تجربه‌هاش رو هم بگیره. حمید مافی و روزنامه نگار، متشکرم از اینکه در این ویژه برنامه با ما بودید. من هم سپاسگزارم از شما، امیدوارم که امید پیروزی. مظلوم هفتن، عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان پژاک، با روزنامه نگار هیوا احمد از خبرگزاری فرات مصاحبه انجام داده و در آن مهمترین فرازها از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی را مورد بررسی قرار داده است. مظلوم هفتن در ابتدای این گفتگو نظر خود در مورد انقلاب را این گونه بیان می کند:
تحول بنیادین و ریشه‌ای را میتوان انقلاب نامید که تمامی جوانب زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس آیا میتوان هر تحول بنیادینی را انقلاب دانست؟ البته که خیر، چرا که اصلی ترین مشخصه هر انقلابی اصول و ارزش‌های آن انقلابند که به نظرم باید بر مبنای دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی باشند. از این رو هر تحولی انقلاب نبود و گاهن بعضی تحولات میتوانند ضد انقلاب هم باشند. انقلاب در عرصه‌های مختلف می‌تواند روی دهد، اما انقلاب مد نظر ما انقلاب اجتماعی است. اساسی‌ترین بُعد هر انقلابی انقلاب ذهنیتی است، یعنی تحول بنیادین تعاریف، مفاهیم، بایدها، نبایدها، ارزش‌ها و تمام مسائلی که شیرازه زندگی را می‌سازند و باعث تغییر نوع نگاه و جهان‌بینی می‌شوند. از آنجا که نحوه مشارکت انسانها در زندگی و موضع‌گیری آنها در برابر مسائل بر اساس نوع نگاه، جهانبینی و شکلگیری ذهنیتی آنهاست، انقلاب ذهنیتی چرا زیستن و چگونه زیستن آنها را شکل خواهد داد. به تعبیری دیگر، انقلاب ذهنیتی انقلاب کرداری را به دنبال خواهد داشت، یعنی تحول در ارتباطات و روابط، رفتارها و برخوردها، مطالبه و نحوه مطالبه، رد و قبول مسائل، موضع‌گیری، مبارزه و در کل شکلگیری زندگی نوین. در بخش دیگری از این گفتگو، روزنامه نگار هیوا احمد می پرسد، مدت 3 ماه از خلقهای ایران کوچه و خیابان را ترک نکردند و بسیاری از مردم و جریانهای سیاسی آن را انقلاب می خوانند. با توجه به ویژگی های انقلابی که به آنها اشاره کردید، آیا این قیام به انقلابی منجر می شود؟ مظلوم هفتن در جواب میگوید بدون تردید ویژگی‌های کیفیتی در قیام اخیر مردم ایران وجود دارند که نشان از تحول بنیادین و انقلابی بودن آنها دارد که میتوان به بعضی از آن موارد اشاره نمود. شعارهای امیدبخش و زندگی آفرین، سرودهای انقلابی، آثار هنری، مشارکت گسترده و همگیر مردم در قیام و نحوه مشارکت، مطالباتی که موردی، محدود و مربوط به طیف خاصی نبوده بلکه کلان، همگیر و حیاتی هستند. استمرار بدون انقطاع قیام به صورت گسترده علارغم فشارهای روزافزون و از سوی دیگر بذل جان که بیانگر عزم راسخ خلق در رد زندگی موجود و کسب زندگی شرافتمندانه است. پافشاری ارزشمند خلق، ارزش آفرینی در میدان مبارزه و سیانت از ارزش‌ها نشان از تحول ریشه‌ای ذهنیتی، تصمیم‌گیری و عملکرد ناشی از آن تحول دارد. قیام خودجوش است و رهبری مشخصی ندارد، اما نحوه مشارکت مردم نشان از هوشیاری و عقلانیت سازنده، مطالبات کلان و سازماندهی جمعی دارد. همه این موارد و موارد دیگر که می‌توان برشمرد، نشان از انقلابی بودن قیام دارد. به امید پیروزی تا فردا.